به نام خدا و با عرض سلام به بخش خبرهای دری کابل نیوز خوش آمدید. من خود رحمانی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. محمد محقق میگوید همزمان با مذاکرات صلح برای جنگهای داخلی نیز در داخل کشور آمادگی جریان دارد. محمد محقق به نشست به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن سالم زدیار سخنرانی میکرد. ابراز نگرانی میکند و میگوید در حالی که از یک سو شعار صلح داده می شود، اما همزمان با آن برای تشدید جنگ و جنگ های داخلی نیز تلاش ها جریان دارد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هنگام سخنرانی به نشست گفت با وضعیت باید برخورد مسئولانه شود و فرصت موجود صلح باید ضایع نگردد. اینجا شمار زیادی از مقامهای بلند رتبه و اعضای شورای ملی تجمع کردند و از چهارمین سالگرد کشته شدن سالم ازدیار پسر محمد علم ازدیار معاون اول مشران جرگه یاد بود میکنند. اما سخنان بیشتر اشتراک کنندگان بر وضعیت جاری در کشور متمرکز است و همه آنان بر این باور هستند که برای بیرون رفت از وضعیت کنونی کشور باید اقدامات مسئولانه انجام بپذیرد. محمد محقق که به همین نشست سخنرانی میکرد گفت در حالی که از یک سو شعارهای صلح داده میشود، اما همزمان با آن تلاش های تشدید جنگ های داخلی نیز صورت میگیرد، این کار قابل نیست. امیالی چقدر از دنیا صلح گفته میشه، چقدر در بین افغانستان صلح گفته میشه، ولی مرتب آمادگی ها برای جنگ است. در داخل در بیرون تدابیر جنگی هست و هر روز فاجعه گسترده تر میشه. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هنگام سخنرانی به این نشست گفت با وضعیت باید برخورد مسئولانه شود و فرصت موجود برای صلح باید ضایع نگردد. کوشش کنیم که وضعیت آنطوری که هست ببینیم، ولو که اگر باز به انتقاد مواجه میشیم در مورد ازو وقت عیب شده میتونه که آدم در قضاوت خود اشتباه کنه، اما اگر فهمیدیم که قضاوت ما اشتباه هست باز به دنبال ازو نریم. از سوی دیگر اعضای خانواده محمد سالم ازدیار میگویند که از کشته شدن ازدیار 4 سال سپری شد، اما هنوز هم به قضیه وی رسیدگی نشده است. آنان از ارگانهای عدلی و قضایی میخواهند که به دوسیه وی رسیدگی کنند. پرونده که ساخته شده با وجود از اینکه در طول 4 سال گذشته و بخصوص در 2 سال تحقیق که دوسیه در سرانوالی سرگردان بود و 2 سال دیگه هم پرونده در محاکم سرگردان است، در محکمه سرگردان است، الحمدلله کسایی که حکم مباشر دادن اینا شناسایی و مشخص شده و یا باید با پیکر با پنجه قانون سپرده شوند. اشتراک کنندگان این نشست حکومت را متهم کردند که در کنار این رویداد در مورد رویدادهای مرموز دیگر نیز تا اکنون وضاحت نداده است و قضیه های موجود مربوطه باید به جدیت بررسی شود. تمام قربانیان دو انفجار پی همه روز گذشته در کابل افراد ملکی هستند. خانواده هایی که در این رویداد نزدیکان خود را از دست دادند خواهان عدالتند و میگن هیچ جناحی به زندگی افراد ملکی توجه نمی کند. در نتیجه دو انفجار پی همه روز گذشته در کابل 10 تن کشته و در حدود 12 تن دیگر زخمی شده است که همه آنان افراد ملکی هستند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید تنها در ماه می سال جاری 280 فرد ملکی کشته شده است که شمار زیاد آنان کودکانند. دو انفجار پی همه روز سه‌شنبه در کابل افراد ملکی هستند و در کنار خانه های ملکی در محل انفجارها دکان های باشندگان منطقه نیز متضرر شده است. مردم محل میگویند که انفجارها بر موتر افراد ملکی صورت گرفته است و تمامی کشته شدگان و مجروحین این رویداد افراد ملکی هستند. در نتیجه این دو انفجار روز گذشته در کابل 10 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شده است که تمامی آنان افراد ملکی هستند. شاید بالای 5000 دلار دم خساره رسیده. تلویزیون هم کلش ریخته. یکان 100 پای تلویزیون همین دم رزگاه کلش باروی ریختن. شیشه های شکسته دیگه وا ارزشش اگه 10000 بود یا 20000 بود حال ارزش از وا 200 افغانی هم کس نمیخره. شیشه که نداشته باشه. من این تاوان از کی بگیرم؟
جنازه های شمار از قربانیان این رویدادها در نقاط مختلف شهر کابل به خاک سپرده شدند و اعضای خانواده های آنان خواهان تأمین عدالتند و میگویند که هیچ جناح نیز به زندگی افراد ملکی توجه نمی کند. ما در خانه بودیم ساعت 7 رسید 7 و 20 تقریبا که برای ما زنگ آمد که مدیر عبدالحسین دیگر از زخمی است در شفاخانه استقلال. که وقت ما شفاخانه رفتیم سی باز در سرکاری انفجار شده بود، دو تا کاستر انفجار داده بودن سی. اینا در پیادره در حال عبور بوده سی زخمی شده بودن، بازم اونجا شهید شدن جای بوده سی. شهریان کابل میگویند از وضعیت جاری خستن و اداره های امنیتی در وظایف خود ناکام شدند. ما از دولت میخواهیم در این خصوص یک توجه جدی کنه و امنیتی مردم تمام مردم افغانستان، مخصوصا مردم غرب کابل و ساحه مرکزی هزارآجات جدی برخورد کنن بگیرن. اگر راجع به وضعیت افغانستان بگی، راجع به وضعیت همی کابل بگی، خصوصا در غرب کابل انفجارات، انتحار، این چیزا بسیار افزایش پیدا کرده. یعنی اون روز این است که ما شهید نداشته باشیم یا زخمی نداشته باشیم، تمام روز هم این فجار است، هم این زخمی است. دولت ضعیف شده و دولت نمیتونه واقعا که تامین امنیت مردم را به دست بگیره. از دولت که بهتر است که خود مردم را برای خود مردمی صلاحیت بده تا بتونه که امنیت خود را، امنیت پانتون یا مکاتب خود را خود مردم بگیره، بهتر است نسبت به دولت. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که تنها در ماه می سال روان میلادی 280 فرد ملکی در رویدادهای مختلف کشته شده است که تعداد بیشتر آنان کودکانند. در جریان ماه می سال روان در نتیجه رویدادهای ضد امنیت 280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که 109 طفل هم در جمع کشته شده ها به ثبت رسیده. باور ما است که بیشتر از این. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این رویدادها را به شدت نگوهش کرده، افزایش خشونت‌ها را عمل غیر انسانی خوانده و از طرف‌های دخیل خواسته است که هر چه زودتر مذاکرات صلح را تسریع نمایند. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه در دیدار با لارد طارق احمد وزیر دولت انگلستان در امور آسیای جنوبی و کشورهای مشترک و منافع بر صلح و تقویت همکاری های دو جانبه صحبت کردند. اتمر همکاری های انگلستان را در بخش تقویت اجتماعی منطقه‌ای و صلح افغانستان ستایش نموده است و بر ادامه همکاری های این کشور پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده است. در همین حال لارد طارق احمد در مورد سفر اخیر لوید درستیز اردوی انگلستان به کابل و همچنان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان صحبت کرد و در بخش تقویت اجتماعی منطقه‌ای در افغانستان از همکاری دوامدار کشور خود اطمینان داد. ولسی جرگا می گوید که سرپرست افغانستان بانک به تمام اداره ها سفارش کرده است که کارمندان عزل شده این بانک را شامل وظیفه نسازند. برخی اعضای ولسی جرگا می گویند اجمل احمدی سرپرست افغانستان بانک از طریق یک مکتوب به تمام اداره ها دستور داده است که کارمندان عزل شده افغانستان بانک را شامل وظیفه نسازند و به گفته وی کارمندان عزل شده این بانک نمی توانند که در هیچ یک از اداره های دولتی دیگر وظیفه اجرا کنند. در همین حال اعضای ولسی جرگا بار دیگر از حکومت خواستند که روند سرپرستی در اداره ها و برخی وزارتخانه ها را به پایان برساند و آنان هشدار می دهند که در بدل معرفی وزرای جدید به وزارتخانه های مطبقی تصویب قوانین حکومت را به تأخیر می اندازند. سرپرست افغانستان بانک از طریق یک مکتوب به تمام اداره های دولتی خبر داده است که کارمندان عزل شده این بانک نمی توانند در اداره دیگر اجرای وظیفه نمایند. ولی جرگه بر این تصمیم سرپرست افغانستان بانک با جدیت انتقاد کرد و می گوید که وی رأی اعتماد ولسی جرگه را کسب نکرده است و اکنون نمی تواند که این گونه تصامیم غیر قانونی را بر مردم عملی سازد. اعضای ولسی جرگه اجمل احمدی را متهم کردند که وی تصمیم گرفته است تا در جریان 6 ماه آینده نوت‌های جدید 100 میلیارد افغانی را به امضای خود چاپ کند که این عمل وی خلاف قانون است. افغانستان بانک مکتوب نوشته کرده صادر کرده به تمام ادارات که کسانی که از افغانستان بانک عزل شدند یا بستاشان تنقیص
شده یا خلاف قانون کشیده شدن، اینا در هیچ اداره نمیتونن وظیفه اجرا کنن. در این حال اعضای ولسی جرگه بار دیگر از حکومت خواستند که روند سرپرستی را در وزارت‌ها و برخی اداره‌های دیگر به پایان برساند و هشدار می‌دهند که در عدم معرفی نامزد وزیران دیگر به وزارت‌های متباقی، تصویب قوانین حکومت را به تأخیر خواهد انداخت. قانون شکنی حکومت علت خرابی وضعیت گردیده و این آجندایی که جناب رئیس ما و شما پیش میبریم به نفع ملت نیست. خوب است که وکیل صاحب برآمدن به رسمی اعتراض. این آجنداها برای ما و شما به درد نمیخوره. تا وقتی سرپرستار از وزارت بیرون نکنه ما اجازه نمیتیم که کسی دیگه داخل وزارت شوه. این یک گپ است که در این شرایط فعلی با می حکومت تا که سو تکراسی نکنیم جایر نمیگ. از جلالت ما رئیس جمهور اسلامی افغانستان بار دیگر جدن تقاضا مندیم تا به عرف سرپرستی در وزارتخانه ها خاتمه داده و اشخاص واجد شرایط را جهت دریافت رای تایید به ولسی جرگه معرفی بدارند. وکلا افزایش نامنی ها و سقوط ولسوالی ها را قابل نگرانی خواندند و حکومت را متهم کردند که در سکتور امنیتی تقرری های غیر قانونی می کند. آنان از مقام ها خواستند که در صورت عدم جلوگیری از حملات و انفجارها از وظایف خود کنار بروند و این مسئولیت را به افراد شایسته و مستحق بگذارند. آنان بار دیگر از طالبان خواستند که در مذاکرات صلح صادقانه سهم بگیرند و این مذاکرات را به نتیجه مطلوب برسانند. پدیده ای که به نام امنیت هرگز مردم افغانستان به او دست نیافته، به خاطر که منافع خارجی ها و نوکران داخلیشان در بودن امنیت نیست. هر روزی که میگذره نهادهای امنیتی ما با نداشتن پلان امنیتی و دفع چنین حملاتی ایره نشان میتن که کاری از دستشان بر نمیایه و باید وقتی کاری از دستشان بر نمیایه به صراحت اعلام بکنن. هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان از سر گرفته شود. مردم افغانستان واقعا صلح میخواهد و انتظار از این را دارد که گروه طالبان با اراده جدی وارد گفتگوهای صلح شود. وکلا در موج سوم ویروس کرونا تنها بر بستن مکاتب و پوهنتون‌ها انتقاد کردند و از وزارت صحت عامه خواستند که در این مورد وضاحت بدهد. از ما سوال د پوهنی د وزیر او د لوړ زده کړو د وزارت د وزیر او د سیاتامی د وزیر څخه دی چې آیا کرونا یوازې د علم زده کړې په مرکزونو کې ده؟ ولې هغه ځای چې د کرونا ناروغي د خپرېدو اصلي ځایونه دي هغه ولې نه تړل کیږي؟ وزارت مالیه جواب ګوستیم و هیڅ وخت پارلمان کرده نمیتونه که از کارهای ما نظارت بکنن. شما خود قضاوت بکنین نماینده با عزت مردم افغانستان. زمانی که اونا میگن ما صلاحیت نداریم ما چطور نظارت باید بکنیم؟ این انتقادهای ولسی جرگه بر سرپرست افغانستان بانک در حال است که وی قبل از این نیز به اجراءات غیر قانونی متهم شده است. اما احمدی در مورد این اتهام ها چیزی نگفته است. چین در رابطه با حضور دوامدار آمریکا در افغانستان ابراز نگرانی میکند و میگوید این کشور میخواهد که در افغانستان تهدیدهای جدید را بر ضد چین ایجاد کند. مجله اکونومیست تا مقاله گفته است با وجود این که آمریکا گفته است که نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌سازد، اما با گفته این مجله مقامات چینی به این باورند که آمریکا افغانستان را ترک نمی‌کند و می‌خواهد که برای جلوگیری از نفوذ چین در افغانستان حضور فعال داشته باشد. مجله گفته است به همین دلیل چین در این اواخر روابط خود را با طالبان تقویت نموده است و طالبان به چین اطمینان دادند که مسئله مسلمانان ایغور سینگیانگ مسئله داخلی این کشور است و با طالبان ربطه ندارد. هرچند ایالات متحده آمریکا میگوید پلان دارد که نیروهای خود را از افغانستان خارج کند، اما چین در رابطه با پلانهای آینده ایالات متحده آمریکا در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مجله اکونومیست در یک مقاله گفته است با وجود اینکه آمریکا میگوید که نیروهای خود را از افغانستان خارج میسازد، اما میافزاید مقامهای چینایی به این باورند که آمریکا افغانستان را ترک نمی کند و می خواهد که برای جلوگیری از نفوذ چین در افغانستان حضور فعال داشته باشد. هرچند ایالات متحده آمریکا می گوید پلان دارد که نیروهای خود را از افغانستان خارج کند،
اما چین در رابطه با پلان‌های آینده ایالات متحده آمریکا در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مجله اکونومیست در یک مقاله گفته است با وجود اینکه آمریکا میگوید که نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌سازد، اما می‌افزاید مقام‌های چینی به این باورند که آمریکا افغانستان را ترک نمی‌کند و می‌خواهد که برای جلوگیری از نفوذ چین در افغانستان حضور فعال داشته باشد. آمریکا با عوض ماموریت اصلی خود در افغانستان که سرکوبی شبکه القاعده و گروه‌های تروریستی است، اهداف دیگر را تعقیب می‌کند. آمریکا خروج سربازان خود را اعلام کرده است، اما آنان اهداف دیگری را نیز در عقب پرده دنبال می‌کنند. حتی آنان در حال ایجاد تهدیدهای تازه در منطقه برای چینند. چین به این باور است که آمریکا خواهان حضور درازمدت در افغانستان است و هیچگاه این کشور را در کوتاه‌مدت ترک نمی‌کند. مجله اکونومیست به ادامه این مقاله می نویسد که طالبان می خواهند حمایت سیاسی و اقتصادی چین را حاصل کنند و در بدل آن پذیرفتند که چین جاده هایی را میان شهرهای افغانستان اعمار کند و کار معدن مس عینک را که به دلیل تخریب آثار تاریخی متوقف شده است دوباره آغاز کند. مجله گفته است به همین دلیل در این اواخر روابط چین و طالبان تقویت شده است و طالبان به چین اطمینان دادند که مسئله مسلمانان ایغور سینگیانگ موضوع داخلی این کشور است و به طالبان هیچ گونه ربطی ندارد. طالبان در این اواخر با دیپلماتان چینی تماس گرفتند و به آنان اطمینان دادند که مسئله مسلمانان ایغور سینگیانگ موضوع داخلی این کشور است و هیچ گونه ربطی به طالبان ندارد. این گروه می خواهد که حمایت سیاسی و اقتصادی چین را کسب کند و آنان در بدل آن پذیرفتند که چین جاده های میان شهرهای افغانستان را اعمار کند و امور معدن مس عینک را که به دلیل حراس از تخریب آثار تاریخی متوقف شده است دوباره آغاز کند. چین در مورد پلان‌های آینده آمریکا در افغانستان در حال ابراز نگرانی می‌کند که قبل از این شماره از مقام‌های آمریکایی گفته بودند که ایالات متحده پس از خروج از افغانستان نیز می‌خواهد که در منطقه پایگاه‌های نظامی داشته باشد. آمریکا می‌گوید که در حدود 44% امور خروج نیروهای خارجی از افغانستان تکمیل شده است. سنتکام یا قمندانی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امور خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان به سرعت جریان دارد و در حال حاضر 30-44% تکمیل شده است. مقامات نظامی آمریکایی گفتند که 6 پایگاه نظامی در افغانستان به دولت این کشور سپرده شده است و در حدود 13,000 تجهیزات نظامی برای تخریب فرستاده شده است. آمریکا گفته است که ممکن امور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از تاریخ تعیین شده تکمیل گردد، اما با گفته این کشور آمریکا به همکاری‌های طویل المدت خود با حکومت افغانستان متحد است. سرمنشی ناتو میگوید که با به پایان رسیدن ماموریت نظامی آنان در افغانستان برای چالش‌های امنیتی موجود آمادگی دارند. وی که پس از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو به یک کنفرانس خبری سخنرانی میکرد گفت کشورهای عضو سازمان ناتو میخواهند اطمینان حاصل کنند که در کنار مسئولیت نهادهای موجود در افغانستان نظامیان افغان خودکفا می شوند و با تهدیدهای امنیتی مبارزه کرده می توانند. سرمنشی ناتو می گوید این سازمان در کنار میدان هوایی بین المللی کابل به خدمات ادامه می دهد که کشورهای عضو این سازمان توسط آن مسئول مانده می توانند. منشی عمومی ناتو میگوید با وجود اینکه ماموریت نظامی این سازمان در افغانستان به پایان رسیده است، اما میافزاید آنان با کمک های دراز مدت با افغانستان متحد هستند. وی که پس از کنفرانس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو به کنفرانس خبری سخنرانی میکرد گفت کشورهای عضو سازمان ناتو میخواهند اطمینان حاصل کنند که در کنار مسئولیت نهادهای موجود در افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خودکفا شدند و میتوانند که با تهدیدهای امنیتی مبارزه کنند. Support the Afghan security forces by ما نیروهای امنیتی افغانستان را از صفر به نیروهای نیرومند و با ظرفیت مبدل ساختیم. فکر کردیم که اکنون وقت آن فرا رسیده است تا ماموریت خود را در افغانستان به پایان برسانیم. اما در این حال تهدیدها را درک می کنیم و به حمایت خود از راه‌های دیگر ادامه می دهیم که حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان و ادامه حضور ملکی در افغانستان است.
منشی ناتو میگوید که این سازمان در کنار میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به خدمات نیز ادامه میدهند که کشورهای عضو این سازمان توسط آن مسون مانده میتوانند. ستولتنبرگ میگوید هرچند تصمیم پایان دادن به ماموریت نظامی در افغانستان دشوار بود، اما میافزاید اکنون زمان آن فرا رسیده است که افغانان مسئولیت آینده خود را خود بر دوش بگیرند و پروسه صلح به مالکیت و رهبری افغانان به پیش برود. The message from allies in this meeting today. این پیام واضح در این نشست وزیران نیز داده شد که آنان از تصمیم ادامه کمک به افغانستان حمایت میکنند، سهولت هایی را برای ادامه حضور جامعه جهانی در افغانستان فراهم میسازند و همچنان در بخش خدمات میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کمک میکنند. اتخاذ تصمیم ساده نبود، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که افغانان خود مسئول آینده خود باشند و در نهایت پروسه صلح به رهبری و مالکیت خود افغانان به پیش برده شود. در این حال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که وزیر دفاع آمریکا نیز در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان و عراق صحبت کرده است که به گفته وی وزیر دفاع آمریکا تعهد کرده که آمریکا به حمایت خود از افغانستان ادامه میدهد و همچنان یک جا با ناتو به ماموریت ملکی این سازمان در افغانستان همکاری میکند. با چند خبر از جهان خوش آمدید. بزرگترین کشتی نیروهای بحری ایران پس از آن که روز چهارشنبه در آن آتش سوزی رخ داد در آبهای خلیج عمان غرق شد. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران تمامی عمله این کشتی به گونه سالب نجات داده شده است. تلویزیون دولتی ایران میگوید این آتش سوزی در بندر خارک که ایستگاه مهم صادرات نفت ایران است رخ داده است. آژانس خبری فارس گفته است که تلاش‌های نجات کشتی ناکام شده است و سرانجام غرق گردید. تاکنون عامل آتش سوزی در این کشتی روشن نشده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که دموکراسی از سوی کشورهای زورگو با تهدید مواجه است. وی هنگام سخنرانی به مراسم یادبود سربازان قربانی جنگ گفته است که دموکراسی بهترین راه پیشرفت بشریت و مسئولیت حقوق است. با گفته وی با وجود این که بسیاری از کشورهای جهان به دموکراسی ارج میگذارند، اما برخی کشورهای زورگو وجود دارد که دموکراسی آمریکا را با تهدید مواجه کردند و بایدن همچنان بر آزادی بیان و مسئولیت حق بشری تاکید کرده است و به گفته وی آنان به سطح کل جهان حامی اصلاحات اقتصادی و صلحند. به گفته وی تلاش های خود را برای مسئولیت دموکراسی و مسئولیت حقوق بشر افزایش می دهد. ممنون که بیننده خبرهای این ساعت بودید. شبتان بخیر. خدا نگهدار.